بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم درود و صلوات بر روان پاک پیامبر عزیزمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان و همچنین عرض سلام، درود و احترام محضر یکایک شما نازنین همراهان آغاز میکنیم برنامه به وقت بیداری را در شامگاه چهارشنبه. توفیقی شد تا دوباره بنده و همکارانم در این رسانه جهانی به شما ازان سلام عرض کنیم. امیدوار هستیم که هر جا که هستید جور و صحتمند باشین و فرصت کافی داشته باشید تا انتهای برنامه امشب هم ما را همراهی کنید. برنامه امشب با حضور جناب استاد رسولی، کارشناس محترم احکام مزین شده و امشب هم بخواهیم که مانند شب قبل و ادامه سوالات احکام شما ازان که بسیار هم زیاد هست و خواستیم به شما احترام گذاشته باشیم و سوالات شما را در اولویت بگذاریم، انشاءالله تقدیم شما عزیزان میشه. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید، درود خداوند بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و دنبال کنندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جایی که هستین موفق و پیروز باشید و مثل همیشه خواهشمندیم که ما و مجموعه را از دعای خیرتان فراموش نکنین. الله پاک حافظ و ناصرتان باشد. در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. خوشحال هستم امشب با شما انشاءالله برنامه را پیش میبریم و سوالاتی که عزیزان فرستادن یک به یک انشاءالله شما خواهیم پرسید. در خدمتتون هستیم. مثل همیشه پاسخهای شما مفید خواهد بود، بسیار انشاءالله. هم پاسخهای جامع هست و از این بابت بسیار خوشحال هستم. خواهش میکنم. اولین سوال استاد، نمبر مثبت 93784 شماره آخر 7786، بزرگوار همراهی کننده عزیز ما سوال کردن که روزه مستحبی را تا چه تایمی از روز میتوان شکست و باطل کرد؟ خب توفیقی باشد که ما و همه دوستان و بینندگان عزیز بتوانیم روزه مستحبی داشته باشیم، مخصوصا در این ایام. بله، در خزان و زمستان خود روزه گرفتن آسان است. بله، ظاهرا یا ابوذر غفاریه یا سلمان فارسیه گفته من زنده ام، عشقم همیه که تابستان باشه و در تابستان چی بگیرم؟ روزه بگیرم و هم روزه تابستان و شبه جزیره عربستان. خیلی توفیق لازم است که انسان بتواند روزی مستحبی بگیره. و اما سوالی است که تا کی میتواند روزی مستحبی خود بشکنانه؟ تا یک دقیقه به اذان، نیم دقیقه به اذان مغرب هم مانده باشه، انسان روزی مستحبی خودش میتونه چیکار کنه؟ بشکنانه. هیچ مشکل خاصی در این زمینه نیست. بله، انشاءالله که همونطور که حضرت عالی فرمودید در این روزها مخصوصا هم بالاخره عزیزان ما، هموطنان ما در کشور عزیز خود من افغانستان هم در کشورهای مجاور بسیار گرمای شدید را بالاخره تجربه میکنن و روزه گرفتن هم واقعا بسیار ثواب داره. انشاءالله که عزیزان قطعاً روزه دار هستن ما هم دعا کنن. استاد، روزه مستحبی بسیار سوال میشه، بسیار هم عزیزان در ذهنش های شبهه ایجاد شده که گاهی اوقات میشنوند که کسانی که روزی قضایی به گردنشا هست روزی مستحبی گرفتن نمیتونن. درست است؟ بسیار خوب است و شنیده هایشان حاکی از واقعیت است. درست است. حضرت حایت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی و بیشتر مراجع ازام تقلید میفرمایند کسی که روزی واجبی داره، یعنی روزهای خودش قضا کرده و نتونسته بگیره، بلی نمیتونه روزی چه بگیره؟ مستحبی بگیره. اول واجبی خود بگیره تمام کنه، بعد از این انشاءالله خداوند اگر قسمت کرد میتونه روزه مستحبی خودش بگیره. البته در نماز رقم نیست، کسی که نماز به اصطلاح واجب به گردنش است نماز مستحبی و نمازهای دیگر میتواند بخونه. بله. و همراهی کننده محترم ما با نمبر مثبت 93784 شماره آخر 0459 سوال کردن که آیا جنینی که از طریق نامشروع به وجود آمده سقطش جایز هست یا خیر؟ در این زمینه مراجع عظام تقلید حفظه الله، حفظهم الله تعالی انشاءالله، از جمله حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی می فرمایند که سقط جنین
و انداختن جنین و کورتاژ کردن به اصطلاح امروزه که اصطلاح شده و متاسفانه خیلی هم در جوامع زیاد شده، چه جوامع اسلامی و چه جوامع غیر اسلامی، میفرمایند به هیچ عنوان جایز نیست، مخصوصا اون مرحله ای که در روح دمیده شده است و زنده شده جنین، به هیچ عنوان جایز نیست. حتی او جنینی که از طریق نامشروع نطفه از او منعقد شده، جایز نیست که او را به اصطلاح سقطش کنند، مگر شرایط بسیار خاصی باشه که برای کودک، نه برای مادری که جنین در رحم مادر است، بسیار چی داشته باشه، ضرر قابل اعتنایی داشته باشه، یعنی ضرر باشه که اصلا قابل تحمل نباشه، که در این فرض فقط جایز است. اما در دیگه فروض سقط جنین جایز نیست. حتی مثلا برخی ها میگن که مال آزمایش کردیم، طبق آزمایش انجام شده این جنین در آینده معلول و ناقص الخلقه به دنیا می آید، آیا جایز ما ایره همین الان سقطش کنیم؟ باز می فرمایند که چون این مجوزی را ما نداریم، پس باید جامعه بسیار نسبت به این قضیه دقت داشته باشه. حتی برخی از اوقات سوال میشه، از ما سوال شده که من نمیخواستم، خانم میپرسه میگه من نمیخواستم حامله بشم، بله، یا یک شوهر میگه من دوست نداشتم که خانمم حامله شود اما شد، ما میخوایم این جنین سقط و پناه میبرم بر خدای تبارک و تعالی، که انسان دست به قتل نفس یک انسان بزنه به هیچ عنوانی کار جایز نیست. نسبت به این قضیه توجه داشته باشین. خدای تبارک و تعالی در قرآن کفار را سرزنش میکنه به خاطر آدم کشی و نسل کشی، میگه که شما چرا اینا رو میکشین، ما شما و آنها را رزق میدهیم، رزقش دست خدای تبارک و تعالی. شاید گاهی اوقات برخی از ای اشخاص فکر میکنن که چون عامل به وجود آمدن ای جنین نامشروع اینها بودن، اختیار دارن که ای جنین از بین ببرن، ولی نخیر در او زمان اختیار داشتن که اون عمل نامشروع را انجام ندهن، اما در اینجا که بتوانن جنین را سقط کنن و باعث کشته شدن یک انسان شوند، این اختیار را خدای تبارک و تعالی با اونا نداده است. بله استاد، سوال بعدی ما یک وایس هست، سوال صوتی که عزیز دل ما آقای محمد حسین اسم کوچکشان بر ما فرستادن با نمبر مثبت 93-78 4 شماره آخر 52-32 از ما سوال کردن. سوال هم در مورد مجالس عروسی هست، اتفاقی که گاهی اوقات میفته و بسیار برایشان سوال بوده، ما سوالشان رو پخش میکنیم. در خدمتتون هستم. اللهم صل علی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد حسینی بولی هستم از افغانستان. آیا در عروسی که داماد حضور داشته باشد در مجلس زنان، آیا زنان دیگر میتواند به شمول اکچی های اون داماد میتواند که برخصد یا نه؟ و سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنیم از این بیننده عزیز که صدایشان برای ما فرستادن. خدمت شما و بینندگان عزیزی که همین الان ما را میبینن و صدای ما را میشنون، باید یک قاعده کلی عرض کنیم. وقتی قاعده کلی، یک فرمول کلی وقتی عرض کنیم، دیگه تمام از این سوالا خودش چی میشه؟ جواب داده میشه. استاد ناصری عزیز جان، سوال شاید به خاطری که کیفیت وایس عزیز ما کمی پایین بود، شاید بعضی از عزیزان شاید مترجم نشده باشه. بله بفرمایید. سوال به این است که برخی از مجالس عروسی موقع ورود داماد به قسمت خانم ها و قسمتی که عروس خانم تشریف دارن، بعضی از اقوام بسیار نزدیک عروس خانم یا داماد اقدام میکنن به بالاخره حرکات بالاخره رسمی موزون و متاسفانه در بعضی از مجالس اتفاق میفته. برای بنده خدا سوال است که آیا حرکات از لحاظ شرعی و اسلامی چی حکم داره؟ خب ما داشتیم همین قضیه رو میگفتیم، گفتیم که یک فرمول یا یک قاعده کلی میگیم، که وقتی این فرمول و قاعده کلی گفته شود، دیگه تمام سوالاتی که ممکن در ذهن هر کسی خلق شود از شما و بینندگان عزیزی چی میشه؟ جواب داده میشه. بله. از نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی و بسیاری از فقهای عظام، تنها رقصی که جایزه، یک رقصه تنها رقصی که جایزه، خوب متوجه باشین، باز دیگه بگه یکی میگه ما اتنگ میندازیم، یکی میگه ما رقص سنتی میکنیم، یکی میگه ما خلاصه تنها رقص جایز بین زن و شوهر است، یا شوهر برقصه یا زن برقصه یا هر دویشان با هم دیگه چیکار کنن؟ رقص کنن.
به شرطی که کسی دیگه هم نظارگر رقص از اینا نباشه و آهنگی هم پخش نشه و آهنگی که مخصوص مجالس لهوه. بنابراین رقص مادر، رقص مادر زن، رقص یکیجی گفته گله، یعنی برای خواهران عروس ممکنه خواهران داماد هم باشه، کسای دیگه هم باشه، اینا رقص از اینا در پیش داماد به هیچ عنوان جایز نیست، پیش خودشان هم جایز نیست، یعنی زن پیش زن هم نمیتوانه خدمت شما عرض کنم که رقص داشته باشه. قاعده کلی. حالا ای که داماد وارد مجلس زنانه میشه، خب قطعا این فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگ اسلامی توأم با حجبه، توأم با حیای، توأم با عفته، و خب قطعا این کارایی که صورت میگیره یک مقداری از حجب و حیا و عفت و اینا فاصله داره، چشم دری دیگه میاره، و خب انشالله که امیدوار هستیم مجالس ما طوری باشه که رسول مقبول صلی الله علیه وسلم و ائمه معصوم این از ما راضی باشه. درود بر شما. بسیار تشکر. با شما عزیزان هستیم، برنامه به وقت بیداری میبینید در چهارشنبه شب، اما امشب ما پاسخی به احکام شما عزیزان، به سوالات احکام و شریعت شما رو داریم، پس با ما همراه باشین در بخش‌های بعدی برنامه. ساعت پخش برنامه‌های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم، کیمیا صنف 8 10 و نیم تا 11، دری صنف 9 11 تا 11 و نیم، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم، فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم، سه شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 ده و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 ده و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. باز هم تقدیم درود و احترام داریم محضر یکایی که شما ناظرین همراهان. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما عزیزان هست. همونطور که عزیزان دل ما، همراهان بسیار محترم، از این پل ارتباطی استفاده کردن و سوالاتشون در فضای مجازی از طریق پیام رسانهای مختلف برای ما روان کردن، از شما عزیزان هم میخواییم که پیام های خودتان، سوالات شریع خودتان در مورد موضوعات مختلف، انتقادها، پیشنهادهای خودتان را حتما با ما به اشتراک بگذارید. تشکر میکنیم از همکاران محترم در اتاق فرمان. برنامه های مکتب هادی را حتما دنبال بفرمایید. مکتب هادی هر روز از ساعت 10 تا 11 نیم تقدیم شما بزرگواران میشه و شامل برنامه هایی هست در مورد درس های مکاتب ما، درس هایی که عزیزانی که به هر دلیلی از درس خواندن جا ماندن یا میخواین مروری داشته باشن، ما تقدیمشان میکنیم این درس ها رو و از ایشان التماس دعا داریم. جناب استاد رسولی عزیز، سوال بعدی ما چند بخش هست، اما قبل از اون من از عزیزانی که در واقع بیشتر خواهرانی که سوالاتشان برای ما روان میکنن، سوالاتی که در واقع شاید در حالت عادی اینا نتوانن از کسی دیگری پرسان کنن ولی به برنامه خودشان اعتماد کردن و خصوصی ترین و مهمترین سوالات شریع خودشان از این برنامه در واقع جوابشان میخوایم که ما تشکر میکنیم. درود خدا و مرنم. مثبت 93-73-4 شماره آخر 14-31 سوال کردن که آیا لاک ناخن اگر زیر ناخن باشه برای وضو و غسل کدام مشکل به وجود میایه یا خیر؟ خدمت خواهر بزرگوار و بقیه خواهران محترمه و محجبه باید عرض کنیم که لاک ناخن همون رقم که اگر در روی ناخن باشه باعث میشه که آب به ناخن نرسه و باعث میشه که وضو و غسل ما درست نباشه. حالا اگر زیر ناخن اگر قرار گرفت، در اون زیر ناخنی که معمولا
در حالت عادی آب به او میرسه. دیگه ناخن های بعضی از ناخن ها بلند است، یا مثلا ناخن ما و شما در زیر ناخن ما هم در هنگام شستن وضوع گرفتن آب میرسه. اگر به این کیفیت باشه، ناخن بلند باشه، حالا زیر ناخن لاک گرفته، لاک بالای ناخن پاک کرده و زیر ناخن لاکش مانده، و چون بازم اونجا هم که آب باید میرسیده آب نمیرسه، لذا بازم وضوع دچار چی میشه؟ مشکل میشه، و باز غسل هم دچار مشکل میشه. وضوع و غسل که دچار مشکل شد جناب ناصری صاحب، باز چی دچار مشکل میشه؟ نماز دچار مشکل میشه. پس بنابراین حالا که لاک میزنن استفاده میکنن، در هنگام پاک کردن دقت لازمه داشته باشن. و خواهر بزرگوار، اگر لاک میزنی پیش شوهر اشکالی نداره، پیش محرم اشکالی نداره، و اتفاقا خب شاید هم توصیه شده باشه ای که زن باید زینت کنه، اما لاک نامحرم نباید ببینه. دیگه نامحرم فرق نمیکنه جناب ناصری، بچه کاکا انسان باشه، مثل دیشب یک سوال بود دیگه، یا بچه ماما انسان باشه، بچه خاله باشه، بچه عمو باشه، یا من بیگانه یا جناب ناصری باشه، فرق نمیکنه. بله، بسیار تشکر. در بخش بعدی سوال پرسان شده که بیشتر لوازم آرایشی، ژیل ها، بالاخره انواع مواد آرایشی که خانم ها استفاده میکنن دارای الکل هست، و آیا استفاده از آنها مواد که الکل داره جایز هست یا خیر؟ حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که الکل و تمام انواعش، الکل صنعتی، الکل های معمولی، اینا نجس نیه. یعنی اگر در جای اصابت کنه نجس نیست، مثل شراب واری، مثل خمر، که خود شراب و خمر خود به خود چیز نجسه، نجس بله، و باعث آلودگی میشه. اما این الکل خودش نجس نیست، اما خوردنش جایز نیست، خوردنش چیه؟ حرامه. پس بنابراین اگر الکلی باشه که دیدین خیلی استعمال میشه این طرف طرف، اینا در بدن ما اصابت کنه هیچ مشکل خاصی پیش نمی آید. بله، مصارف داروی هم داره، بله بله، هیچ مشکل نداره. بله، از دوفونی کننده ها کلا الکل استفاده میشه. و همچنین یک سوال که بسیار هم سوالش زیرکانه بوده به خیال بنده، الکل صدها سال بعد از آمدن اسلام کشف شده، چه رقم اسلام پیش از به وجود آمدن الکل، پیش از در واقع کشف الکل رو تحریم کرده؟ خدمت شما عرض کنم همون رقم که خود از بنده خدا جواب خودش داده، الکل جور نشده، کشف شده. بنابراین الکل چیه؟ بوده. یعنی در زمانی که اسلام عزیز، البته ما خدمتتون عرض کنم که اسلام عزیز در اون زمان خمر را حرام کرد و شراب را حرام کرد، که در درون شراب چی وجود داره؟ الکل وجود داره. پس بنابراین اسلام نگفت که آی مردم، الکل کشف نشده ای که در آینده زکریای رازی میای او را کشف میکنه، ما این الکل چیکار کردیم؟ حرام کردیم. اسلام خمر را حرام کرد به خاطر مست کنندگی. حالا بعد از چند صد سال زکریای رازی تونست این الکلی که همون زمان هم موجود بوده تونست ای را تقطیر کنه و چی کنه؟ به دست بیاره. و چون حالت مست کنندگی داره، فعلا هم حالت مست کنندگی داره، اسلام باز اون رو چی میکنه؟ تحریم میکنه. هر چیزی که حالت مست کنندگی داشته باشه، ولو همی الان به وجود آمده باشه، مثلا 1400 سال پیش به وجود نیامده، همی الان به وجود آمده، اینمی الان بشر رو چی کنه؟ کشف کنه، یا به تعبیر اصلا جور کنه، اصلا نبوده، کلا اصلا نبوده، هیچ در طبیعت وجود نداشته، همی الان رو جور کنه و بخوره، اما حالت چی داشته باشه؟ مست کنندگی داشته باشه. قانون اسلام میایه میگه کل مسکر حرام، هر چیزی که مست کننده باشه حرامه. پس اسلام خمر مست کننده را که حاوی الکل بوده حرام کرده. حالا الکل بعدا نام پیدا کرده، مشکلی نیست. بله بله. سوال بعدی ما، من عذرخواهی میکنم، شاید حتما در بین همراهان ما همچین شخصی وجود نداره، در مورد کسی است که نمازش را ترک کرده. تارک السلام. مثبت 93744 شماره آخر 9910 سوال کردن که آیا تارک السلام کافر است و نجیس، و آیا رفت و آمد به خانه اش جایز است، و غذا خوردن چطور؟ و دیگه خدمتتون عرض کنم که تارک الصلات های معمولی که میتونیم در جامعه ما هست، اطراف ما، شما ممکنه دیده باشیم، ما هم دیده باشیم، و بینندگان عزیزم ممکنه با اینا برخورد داشته باشه، این رقم تارک الصلات ها اینا کافر نیستن و نجیس هم نیستن، و رفت و آمد به خانه از اینا هم اشکالی ندارد، و غذا خوردن هم از خانهشان مشکلی نیست. البته اگر شرایط امر معروف و نهی از منکر فراهم باشه، حتما انسان باید امر معروف و نهی از منکر داشته باشه. بله.
بله. و اگر امکانش هست عزیز دلمر سوال کردن که بگویید که کافر به چه کسی اطلاق میشه؟ بسیار سوال خوبی است. خدمتتون عرض کنم که کافر مصادیقی داره، 3-4 تا مصداق داره. اول، کافر کسی است که وحدانیت خدای تبارک و تعالی را منکره، یعنی میگه که مثلا این جهان 2 تا خالق داره، 3 تا خالق داره، 4 تا خالق داره، وحدانیت و یگانگی خدای تبارک و تعالی را قبول نداره، برای خدای تبارک و تعالی شریک قائله، حالا یا بوت یا جن یا ملک یا هر کسی دیگه است، هیچون شخصی کافر است. دوم، میگه کافر کسی است که نبوت و خاتمیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را انکار کنه، میگه نه، آدم خاتم پیغمبران یا خاتم پیغمبران نیست، اصلا پیغمبر نیست. ممکنه متدین به یک دین دیگه باشه، اما بگه این پیغمبر اصلا کلا قبول ندارم. خیلی کسایی که هستن. کسی دیگه هم باز میتونه کافر باشه، او کسیه که ضروری دین اسلام را، او چیزی که ضروری دین اسلام را منکر باشه. مثلا نماز ضروری دین ماست، روزه ضروری دین ماست، حجاب توجه داشته باشن، حجاب ضروری دینه. یعنی اینقدر قضیه حجاب روشنه که هیچ کس از مذاهب مختلف اسلامی را انکار نکرده، بلکه گفته واجبه. بیا اینا را انکار کنه و انکارش به انکار وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام ختم شود، هیچون اشخاصی کافره. و در یک تقسیم بندی باز، کافر دو قسم است. کافر غیر کتابی داریم که نجس است، و کافر کتابیه که حضرت آیت الله العظمی سیستانی و بسیاری از مراجع عظام تقلید اینا را نجس نمیدانه، مثل مسیحیت، مثل یهود، مثل زرتشتی ها. بسیار تشکر. کاش میکنم. مثبت 93-79 4 شماره آخر 86-65. ایشون سوال کردن که اگر به مردم بدهکار باشیم و با آنها دسترسی نداشته باشیم چیکار کنیم؟ خب این را حق الناس میگم، یعنی بنده از شما یا از کسی دیگه بدهکار هستم، تا زمانی که بدهی خودم را نسبت به شما صاف نکردم و رضایت شما را جلب نکردم، خب بنده مدیون هستم و شما طلبکار و بنده بدهکار. حالا در فرضی که انسان دسترسی نداشته باشه، اول خب باید تب و تلاشی بکنه، مخصوصا در دنیای فعلا با توجه به امکانات و اینترنت و موبایل و چیزهای دیگه و شبکه‌های اجتماعی. بله. که خیلی از جاهای این جا به درد میخوره. حالا تب و تلاش کرد و جستجو کرد اکناف و اطراف عالم را، اما به این شخص دسترسی پیدا نکرد، یا مرده یا هر کاری شده، خدا رحمتش کنه، میفرمایند با اجازه مرجع تقلید، که به تعبیر میگن با اجازه حاکم شهر، برای پیش حاکم شهر و مرجع تقلید خودش و اجازه بگیره، و وقتی او اجازه داد این مبلغ پول را از طرف او صدقه بده. بله. خیلی مالی. بله. استاد، ما کمتر از یک دقیقه تا پایان بخش که بالاخره بخش دوم هست وقت داریم، و بالاخره اگر اجازه بدین یک سوال پرسم کنیم؟ بفرمایید. و جوابش اگر نرسیدیم در بخش بعد. حالا اگر کوتاه بود میگیم. بله. با سپاس از تلویزیون شما عزیز دل، ما با نمبر مثبت 93-77-4 شماره 70-77 تشکری کردن از برنامه ها و از سوالاتی که بالاخره شما پاسخ میتین. گفتن که در منطقه ما سودخوری بسیار رواج داره، متاسفانه. لطفا در این زمینه اطلاعاتی بتین، روشنی بکنید بالاخره که دوستان آگاه شوند و شاید کمتر شوند. درد دل است در واقع. و خب این دامنه از سوال دراز است جناب ناصری صاحب. مجبور هستیم ما در پارت سوم به این سوال بپردازیم و مفصل این سوال جواب بدیم، تا انشالله که این صفت بسیار زشت و صفت بسیار بد از جامعه ما رخت بربنده. پس من شما یک قول میگیرم استاد که در بخش بعد یک سند هم از قرآن کریم بریم ما انشالله. در مورد این سوال در خدمت هست. دست شما در موفق باشیم. با شما هستیم عزیزان، و وقت بیداری رو میبینید. سوالی که پرسیدیم اگر جوابش رو میخواید در بخش سوم هم همراه ما باشید.
امیدوار هستم که مانده نشده باشین و تا اینجای برنامه سوالاتی که مطرح شد و جوابهایش که جناب استاد رسولی عزیز فرمودن مورد استفاده شما از آن واقع شده باشه. شما میتونید در فضای مجازی از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب هم به برنامه های ما دسترسی داشته باشین و انشالله که بتوانیم در این ارتباطات دوسویه از طریق فضای مجازی چه از طریق نمبر برنامه مثبت 964-780-255-4013 یک ارتباط سازنده و یک ارتباط مناسب یک برنامه دینی را انشالله برقرار بسازیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد رسولی عزیز و ما اجازه میخواییم سوال بفرمایید دوباره. بله بله که بینندگان ممکن ما ملحق شده باشن. بله مثبت 93-77 چهار شماره آخر 70-77 عزیز دل ما درد دلی دارن که در قالب یک سوال از ما پرسان کرد. با سپاس از تلویزیون شما در منطقه ما سودخوری بسیار رواج داره. لطفاً در این زمینه اطلاعات بتین، آگاهی بتین که انشالله مردم روشن شوند و انشالله از این مشکلات دست بردارن. تعبیر قرآن ربا هست. خب فرهنگ ما میگن سودخوری. بله. برخی از جاها میگن نزول. بله. پول نزول به ما بده. و خب نه تنها الان، شاید این سودخوری و پول نزول گرفتن و ربا خوردن به خدمت تاریخ باشه. یعنی از زمانی که آدم زیاد شد و خرید و فروش و این گپ ها پیش آمد، خب قطعا نزول و سودخوری بوده است. درباره سودخوری و نزول ما بهتر از همه ایست که به قرآن عظیم شأن مراجعه کنیم و دیدگاه قرآن در این زمینه جویا شویم. خدای تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان که ما در محضر قرآن هم هستیم، در سوره بقره خدای تبارک و تعالی قرآن های عثمان تقای هم که ما داریم صفحه 47 در اینجا درباره ربا ایتون میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، این از خداوند بپرهیزید، این از خداوند ترس داشته باشید، ترس داشته باشید. و ذروا ما بقی من الربا، و رها کنید او باقی مانده از ربا را. یعنی چی؟ یعنی شما پولی داده بودی، مثلا 100,000 افغانی و طرف داده بودی و میخواستی بعد از 6 ماه 150,000 یا 120 یا 110,000 افغانی بگیری. میگه ذروا او چیزی که از ربا باقی مانده، البته این زمانی بوده که هنوز ربا تحریم نشده بوده که خدای تبارک در آیه قرآن ربا را تحریم میکنه، میگه آن چیزی که میخواستین به عنوان اضافه بگیرین او را رها کنین. این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید باید آن چیزی را که به عنوان ربا و اضافه و سود و نزول میگرفتید باید قطعا او را چی کنید؟ رها کنید. جل الخالق. فا این لم تفعلو، پس اگر این کار را انجام ندادید، یعنی دوباره در خانه بنده خدا رفتی و گفتی او سود ما را بده یا او نزول ما را بده، فا این لم تفعلو، پس اگر این کار را انجام ندادین، یعنی نگرفتنش ترک نکردین و دنبال گرفتنش برآمدین، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس آگاه باشید که شما در این حالت اذن و اجازه ای را گرفتین که با خدای تبارک و تعالی از در جنگ و از در محاربه و با پیامبر گرامی اسلام از در جنگ و محاربه در بیاید. بنابر خدا. پس بنابراین گرفتن سود از شخص که ما پول قرض به او دادیم بعد سود میگیریم، این جنگ با خدای تبارک و تعالی معرفی شده در قرآن سوره بقره آیه 279 قرآن عثمان طه صفحه 47. حالا ادامه میده خود خدای تبارک فَإِنْ تُبْتُمْ، اگر توبه کردید، فَلَكُمْ رُؤُوسَ اَمْوَالِكُمْ، همون رأس المالی که داده بودین، همون 100,000 افغانی که داده بودین، اون مال خودتون. بله دیگه، او رو که قرض داده بودین دیگه، بله او رو قرض داده بودین که سود دیگه هم ازش چیکار کنین؟ بگیرین. سود میگه نگیرین، اما رؤوس اموال خودتون و اصل پولتون بگیرین. حالا میگه اگه کار رو کردین، فَلَكُمْ رُؤُوسَ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ، شما ظلم نکردین، ولا تظلمون، و مورد ظلم واقع نشدین. اما اگر شما ربا بگیری، سود بگیرین و نزول بگیرین، هم ظلم کردین و طرف ظلم کردین و هم مورد ظلم
قرار گرفتین، یعنی خودتان به خودتان چیکار کردین؟ ظلم کردین. چطور انسان به خودش ظلم میکنه؟ وقتی خدا انسان به جنگ خدا برود و به جنگ پیغمبر برود، آیا به خودش ظلم کرده یا نکرده؟ قطعا به خودش ظلم کرده. بعد جالب است، میگه حتی شما به همو رأس المال، همو اصل سرمایه هم که به طرف دادی، همون هم اگر نداشته باشه مگه مهلت بده؟ نمیگه که سود بگیر، میگه همو اصل مالی که قرض کرده بوده اگر همون هم نمیتونه بده، شما بهش مهلت بده. اجازه است همینه بخوانیم وقت داریم؟ و این کان زو عسرتن، اگر صاحب عسره یعنی ناتوانه، یعنی فقیره، نداره چیز، فنظرتون الی میسره، پس یک توجهی داشته باشه، یک مهلتی بدین که او میسره شوه. میسره یعنی توانمند شوه، یعنی پول به دستش بیایه. باز ادامه میده، چقدر زیبایه. و ان تصدقوا خیر لکم، مگه همون مگه صدقه بدین ببخشین بهش، برای شما چیه بهتره. پس اسلام عزیز میگه پولی که قرض دادی ربا را نگیر که هیچ، فقط سر مال خودت چیکار کن؟ بگیر. اگر او بنده خدا بازم در همو دادن سر مال و اصل پولی که از شما گرفته بازم ناتوانه، میگه مهلتش بده. اگر اصلا نمیتونه پرداخت کنه، مهلت هم داده نتونست پرداخت کنه، به عنوان صدقه و به عنوان کار نیک به او ببخش. در ادامه خدای تبارک و تعالی دیگه باز توجیهات و تفسیرهای بسیار زیادی دیگه است که از بحث ما خارجه. پس نظر قرآن جنگ با خدای تبارک و تعالی، چطور میتواند انسان به جنگ خداوند برود، به جنگ پیغمبر برود و ادعای مسلمانی همچیه داشته باشد و از نظر اقتصادی جامعه را دچار هرج و مرج کنه. ربا گرفتن و سود گرفتن یعنی هرج و مرج کردن جامعه و ظلم کردن بر کسانی که توانایی پرداخت اصلش ندارن. باز ما سود اضافه از چیه بگیریم؟ پس باید مواظب این نکته باشیم. بله استاد، یک سوال دیگه به وجود میاد که آیا تحت دیگر عقود اسلامی میشود کاری انجام داد که ربا نشده باشه؟ بله، مثلا شما یک نفر کارگر است، یا در تعبیر فقه بهش میگن عامل، یعنی عمل کننده، و یک نفر دیگه هم سرمایه دار است. بله. مثلا شما سرمایه دار هستی، بنده عامل هستم، میایم میگم جناب آقای ناصری سرمایه دار، میگه بفرمایید. میگم شما سرمایه دار هستین؟ الحمدلله. میگه بله. میگم شما یه پول خودت به ما بده، ما پول شما رو میگیرم و باش تجارت میکنم، کاسبی میکنم و سودش حالا با هم دیگه تعیین میکنیم که مثلا دو سوم مال شما باشه، یک سوم مال ما باشه، یا نصفش مال شما باشه، نصفش مال ما باشه، دیگه قرارداد بسته میکنیم. که به این میگن مضاربه. بله، عقود اسلامی مثل مضاربه، مثل جعاله و چیزهای دیگه هست که ما باید به اینا بپردازیم. و چه بهتریه که طرف که میایه پول شما قرض میکنه که این کارا رو نمیتونه انجام بده و بنده خدا او دستش فعلا گیره، و خب چه بهتر است که ما قرض بریم. بله، بسیار تشکر استاد. حدودا دو دقیقه وقت داریم و ما میخواییم که از این دو دقیقه هم استفاده کنیم. یک سوال دیگه شما بفرمایید. عزیز دل ما با نمبر مثبت 93744 شماره آخر 0554 سوال کردن که چرا روز دهم محرم رو عاشورا مینامند؟ خب ما در آستانه محرم الحرام هم هستیم. خب محرم الحرام آغاز سال قمری جدیده. حرام هم که میگن محرم الحرام، چون اعراب جاهلیت در همون زمان جاهلیت خودشان هم حتی در این ماه جنگ و نزار کنار میگذاشتن. عاشورا رو که عاشورا میگن، عاشورا کلمه عربی است دیگه به معنای دهم. و چون روز دهم، ما که فارسی زبان هستیم میگیم دهم، اونا میگن چی؟ عاشورا، یعنی روز دهم محرم. خب تاسوعا هم که تاسوعا میگن، او هم از یعنی به معنای روز نهم، از ماده به اصطلاح تسعه گرفته شده، او از ماده چی؟ عشره. عشره به معنای ده، تسعه به معنای چی؟ نه. پس تاسوعا میشود روز نهم، عاشورا میشود روز دهم ماه محرم الحرام. که خداوند توفیق عزاداری خالصانه و به دور از ریا در طول ماه محرم، ماه صفر، بقیه ایام به همه ما لطف کرامت انشاءالله بفرماید. انشاءالله. بسیار تشکر میکنم. خواهش میکنم. امشب هم استفاده کردیم، واقعا مفید بود پاسخهایی که به سوالاتی که عزیزان بر ما روان کردن حضرت عالی فرمودید. انشاءالله که در برنامه بعد هم شما رو زیارت کنیم. سلامتی باشید. موفق باشید. با
شما عزیزان بودیم. بسیار برنامه مفیدی بود، سوالاتی که شما عزیزان فرستادید و پاسخهایی که جناب استاد رسولی عزیز فرمودند. حتما در لحظات خلوتتان با خداوند متعال بنده و همکارانم رو از دعای خیر خودتان فراموش نفرمایید. بدرود، خدا نگهدار.